سلام بچه ها، خوش اومدید به این ویدیو. این ویدیو برنامه ویژه شب یلداست. قصد داشتم که برای شب یلدا یه برنامه ضبط بکنم، ولی خب گفتم چرا تنهایی، به خاطر همین چند تا از دوستامو دعوت کردم. از شما هم دعوت میکنم که مهمون ما باشید امشب، کلی برنامه ویژه داریم براتون، پس جایی ندید، همینجا باشید. ادامه میدیم، من مهمونامو دعوت بکنم. دو تا مهمونم فعلا اومدن، دو تا از مهمونا اومدن، فعلا با بچه ها شروع میکنیم. برنامه دیگه ای داریم، موزیک داریم و اینکه هیچ جا نرید، همینجا باشید. بریم برگردیم، مهمونا بیاد و دیگه ادامه برنامه رو داشته باشیم. آخ تو شب یلدای منی، دیوونه ی دوست داشتنی. خب خوش اومدی بچه ها. سلام. خوبی؟ مرسی، تو خوبی؟ خواهی خودتون معرفی بکنید اول. ایشون سارا هستم، ایشون نازنین هستم. خیلی خوشبختم. خوشبختین یا خوشبخت؟ خیلی خوشحالیم که امشب توی این برنامه کنار شما هستیم. خیلی هم ممنون، ما خوشحالتریم که شما هستید توی این برنامه. اقا اینکه با کدوم دوربین هستم؟ آره، هر جا رو دوست داری اصلا با من صحبت کنید بخواهی اگه دوست. امشب میخوایم چند تا کار انجام بدیم. اول از همه میخواید یکم پذیرایی بکنید از خودتون. چای ریختیم براتون. البته یه چیزی بگم، اینجا خونه ساراست، ما مهمون ساراییم، ولی این برنامه واسه چجوری شد؟ توی برنامه من میزبانم، ولی در اصل خونه ساراست اینجا و زحمت کشیدیم. در اصل اینجوری باید بگی که میزبان اصلی سارای ما، مهمون ساراییم، ولی توی برنامه تو میزبانی، ما مهمونی. تکمیل ترش اینو میخواد. یه چایی بخورید؟ نه، چایی با چیپس بخورید؟ داغه داغم میتونی امتحان بکنیم. شاید کیکه، احتمال داره. میتونی امتحان بکنیم. به رسم شب یلدا هم واسه شون آجیل گرفتیم، گذاشتیم که بعدا نگرم که صحبتی ندارید، یه صحبتی بکنید. حالا چه جوری؟ خوبه، یه کاروبار خوبه. کاروبار یه سال شبه یه حالا زلزله اومد. کی بود؟ یک سال یک شب مونده قبل شبه یه. یک سال یک شب مونده شبه یه حالا. بذار اینجا تعریف کنم. فکر میکنم سال 96 بود، دقیقا 29 آذر، یه روز قبل شبه یه حالا. راست میگه، راست میگه، راست میگه، شبه یه حالا زلزله اومد. ما قرار بود شب قبلش، آره، ما قرار بود شب یلدا خونه مادر بزرگم جمع بشیم. یه روز قبلش زلزله اومده بود. تو یادت نیست؟ یادت نیست؟ 96 زلزله اومد؟ دقیقا سال 11 اینای شب هم بود. راست میگم، من یادمه سال 96 بود. یه شب قبل شب یلدا بود. 29 تا صبح ماشین خوابیدن. آفرین، همه جا گفت شد. این زلزله که اومد، کل خانواده ما رفتم بیرون که زلزله اومده. بابای من از خواب بیدار نست، الان بابا هم داره برنامه رو میبینه. شاید نبینه. میبینه، پایه یوتیوبه. خب بیدار نشد. ما شب تا صبح خونه بودیم، برای این ترس تو جون ما مونده بود که فردا شبش مثلا میخون مادر بزرگم که شب یلده بود، همه آماده باش بودن که هر لحظه الان زلزله دوباره تکرار میشه، ما باید بریم بیرون. مثلا اون سال شبه یلدا یاد من مونده که اون تایم زلزله سر اون مونده. یادت مونده؟ آره، سر اون یادم. اکثرا تولد داداشم چون سیومه ما یکی میگیریم. ما شبه یلدا نیستیم، ولی تولد من و داداشم هم این شکلیه. 29 و 31 هم اردو بهشتیم، همیشه روز وسطشو میگیریم که به جفتمون بخوریم. سیوم میگیریم. ما ولی واسه یه داداشم و تولدشو توی شب یلدا میگیریم. خب اکثرا که جمع میشیم واسه شب یلدا. مگه سیوم نیست؟ سیومه؟ نه، 29مه. داداشت اگه ویدیو رو میبینی ببین که داداشت 29مه. 29مه، ولی ما سیوم میگیریم که با شب یلدا یکی بشه. یک سری اینو یادمه، یک سری ما خونه خالم بودیم، فکر میکنم 3 ساعت اگه اشتباه نکنم تو ترافیک بودم که برم برسم کیکو بگیرم، بعد بابا اون اینا رو بردارم و بریم دوباره خونه خالم. 3 ساعت تو راه بودم تا برم برسم. بعد کیک رو گرفتم، یه کیک هندونه ای هم بود، عکسش باشه میذارم.
چقدر حیف که هندونه شب یلدا سال هندونه اینجا نیست. من پیدا نکردم. من پیدا نکردم. دوستایی که تو استانبول میگن هست. هست. تو این الان دیگه نیست. این فصل بود. یه ماه پیش بود ولی الان نیست. من پیدا نکردم. هر چند تا فروشگاهی که رفتم نه کافی رفتم. خب تقریبا تکمیل کردی برامون دیگه. انار هست. خرمالو هست. تزینه شده با این. علکی که نیست. پشمه. او پشمه. بکنم گفتی پشمام. گفتا چرا پشمام؟ دست شما درد نکنه. اسمارتیز هم هست. بعد آره ما همیشه اینجوری تولد مسعود و با شب یلده یکی میگیریم. ما هم شب یلده سالگرد ازدواج مامان بابای من هم شب یلده. ما هم همیشه مدلی جشن میگیریم یلده. شب یلده یاد کردم. کیک رو که گفتی یادم اون مامان اون افتادن ها من یا خودم میافتم زمین یا هر جایی که رد میشم یه چیزی رو میندازم زمین. خاطره دیگه ما حتی یه دوستی داشتیم الان یادم افتاد. حتی شما هم میشناسید. اسم نمیبرم. یه دوست دیگه همونم حتی میشناسه. شاید من دوست اسم ببرم شاید بگم اون خاطره یادش میاد. اون اتفاقی بود که قرار بود یه شب یلدای ما رو خونه دعوت کنه. میدونم که هنوز اون سال نرسیده و ما از ایران اومدیم بیرون. اون دوست عزیز هنوز ما رو دعوت نکرده. دعوت میکنه انشالله. اون دوست عزیز ایران مونده یا اینجا هست؟ ایرانه. دعوت میکنم. فکر با بسافتتونه. سختتونه میدونی؟ تا ایران باشیم یه دعوتی واسه یلدا. شب یلدا چی هست و چرا مثلا جشن میگیریم و تو فرهنگ ما هست ولی کن خیلی چیز جالبیه. بعد به خاطر یه دقیقه بیشتره ها. مثلا شب یلدا یک دقیقه از شبای دیگه بیشتره به خاطر یه چیز ترکی فکر کنم هورنگم به خاطر همینه که هورنگ میبینی به خاطر همینه که جشن میگیرم چون شروع زمستونه نمیدونم شروع بیدار شدن زمینه خواب زمستونه خیلی نظر منو جلب کرد اینجا این چرا انقدر این شکلیه دیروز گوجه ایه مدل گوجه خرمالو گوجه ایه ما تو ایران بگیرو. این شکلی نداریم طبیه گوجه است این دورینی اونجا میبینی؟ اینه هنشین شهر چیدن نذاشتن پخش اینجا ندادن تو سترس که پخت بشه قشنگ هم سفته خیلی هم عالیه به نظرم تا زمان رو دست ندادیم قبل همه این کار اول یه فال حافظ درمون بگیر نه من نظر بدم درمون دیر اومده نخواست بود برو یه موزیک ویدیو هستش از دوست عزیزم یاسر روزگار که جاش خیلی خالیه هر جا هستی بدون که به یادتیم بعد با دوستانی که قرار ویدیو کال بکنیم مهمون ما بشن و اینکه برنامه خیلی زیادی داریم خیلی هم عالیه هیچ عجله نکنید فعلا هستیم در خدمت شما تا پاسی از شهر دوباره برف و بارونه هوا سرد و زمستونه دو گیسوی قشنگ تو چه زیبا ریخته روشونه لبات صدانه یاقوته چشات هندونه سبزه فال حافظ توی دسته رو سفرت آجیل و مغزه شیرینه ریتم آهنگت بلندای شب سردت شب چل شب یلدا چه طولانی لبخندت دوباره برف و بارونه هوا سرد و زمستونه دو گیسوی قشنگ تو چه زیبا ریخته روشونه لبات صدانه یاقوته چشات هندونه سبزه فال حافظ توی دسته رو سفرت آجیل و مغزه شیرینه ریتم آهنگت بلندای شب سردت شب چل شب یلدا چه طولانی لبخندت شیرینه ریتم آهنگت بلندای
شب سردت، شب چل شب یلدا، چه طولانی لبخندت. فالو بگیریم؟ بگیریم. آماده ایم؟ نظرته؟ آماده ای؟ آماده. اول از کدومتون بگیرم؟ اول از سارا بگیرم. فاتحه شما بخونید برای حافظ. فاتحه هم بخونید، یه صلواتی بفرستید به روح پاک حافظ، حضرت حافظ. از تای دل نیتون چشاتو ببندید. معمولا یه شعری مینویسه اول حافظ. صد تا از شعرش هم هست. نه، قبل اینکه بخوام فال بگیرم نیت کردی؟ نیت کردی. خب بچه شعرش خیلی کوچیک نوشته. نوشته ساقیا بیا که یا فارسیش تموم شد بچه. چیزه خیلی ریزه، زیادی از نمیشه خوند اصلا. خسته نباشه، گفتم بیا با فال حافظ من. میگه که ای صاحب فال، به شما تبریک میگویم، زمان جشن سرور فرا رسیده است، موفقیت به سوی شما آغوش گشوده و زمان اندوه و نگرانی به سر آمده است. اندوهی که باعث رنجش و آزار شما شده بود تمام شده. در این شرایط باید موقعیت رو خوب سنجیده و از ظاهربینی در موفقیت ها پرهیز نمایید. پیروزی ها و موفقیت خود را مرهون کمک های خداوند دانسته و شکرگزار او باشید. چشم. یعنی میگه که سر به زیر باش و شاکر باش خدا رو. ناشکری نکردیم ما. خدا ایشون دید، اینجوری دیده دیگه. حضرت حافظ اینجوری صلاحت اینجوری بوده، صلاحو تو این دیده حضرت حافظ. شما بفرمایید الله. فال انبیا هم حتی داره، استخاره با قرآن هم داره. نه همون فال حافظ که طالبینی میخواد. من نیت کردم. نیت کردی؟ داشتیم صحبت میکنیم ولی تو چجوری سعی صحبت؟ چشمامو بستم نیت کردم. نهیدم چجور تو بندیم ویدیو رو بعدم ویدیو چک کنیم. وی آر میکنیم. اینو وی آر میکنم. بکن. ای صاحب فال، در اطراف شما افراد زیادی هستن که با شما در ارتباطن. این فکر میکنم قبل مال تو در نیاده. ولی در این مورد جانب احتیاط را نگه دار. در کارهایت مشورت با دانایان را از یاد ببر. دقیقا همونه. من احساس کنم فال خرابه. برای رسیدن به آرزوهایی که در سر داری فقط نفس کشیدن و خیال بافی کفه. این همون فاله ساره. فال من خراب بود، فال تکراری اومد. میریم که یه فال دیگه داشت. این برنامه دانلود کرده. خب نوبت منه. نیت کن انگوست رو بزنیم. زیادم فال چیز کنی بگم فال خراب میشه. حالا باز خودتون یه تستی میکنیم. بله خوش بخونه. خودت بخون. برامون بالا عینک بیارم. این معنیش بالاش نوشته. میگه بابا من عینک بیارم. پس تو بخون. تو خودت عینک هم عینکی؟ من فارسی یه جایی تموم میشم. اینجا نوشته ترجمه‌شو. این شعرش اینجا ترجمه‌شو. بشری از سلامه حلت بسی سلام لله احمد معترف قایت دوست عزیزم بابا این غزه یه چی دیگه است. ما ترجمه هم اوکی بابا یه چی دیگه است اصلا. نمونه بابا ترجمه. آن خوش خبر کجاست که این فتح مجدا تا جان فشانمش شد زر و سیم در قدم از بازگشت شاه در این طرف منزل است آهنگ خصم او بس سر و پرده ادم پیمان شکم هر آینه گردن شکسته ها این الهود و این دمدکان هم زمین چی میگه؟ کسی که به شما جفا کرده خودش الان گرفتار است. دست گذاشت اونجا که نبا میزش. ابرهای رحمت به سوی شما میاین و جور و زور به سوی او روانه است. چی شد؟ جور و زور به سوی او روانه است. خبر خوش را به شما و خبر بد را به او میدهند. خوشحال شدی درسته. تو رازت را حفظ کن، عهد شکستت به نفعت میباشد
و تجربه عالی برای بستن عهدی دیگر است. چی بودین؟ خیلی چی گفته؟ خوشت اومد؟ خب حالا نوبت خودت منو زود تو چیز میکنی؟ نیت سریع میکنم. مقام و منزلتی در درگاه خداوند دارید که حاضر نیستی آن را هیچ وجه به هیچ وجه آن را هیچ وجه میشه به مقام دنیوی بفروشید. خودش خنده جیره. در مسائل دنیوی هم موفقید و رمز موفقیتان قناعت است و شکرگزاری خدا. دست فلک و تندباد حوادث شما را بسیار امتحان نموده، اما در همه حال صابر بوده و حق را رها نکرده اید. بسیار مواظب باشید تا به دام شیطان نیفتید. فکر حکیمانه شما روزگار را سخت شکست داده است. من امسال فالم خرابه بچه، اصلا با چیزی که من نیت کرده بودم چی نیت کرده بودی؟ راضی نبودی؟ در مورد کدومش؟ گفتم اینا رو نگه میداری برنامه بعد جای دیگه دارید بریم اینا رو. خب بذار من یه نیت بکنم. اینا ساکت باشید. در اولویت بندی میکنم. خب کم محلی و بی‌اعتنایی دیگر کافیست، چون خودتان هم ناراحت میشوید. حالا وقت دعا و طلب دولت کردن است. وقت تلاش برای رسیدن به مقصد است. وقت آن است که با دیگران هم نفس شده و به هم کمک کنید تا زودتر به حاجتتان برسید. میکنم قرار ازدواج کنی. اصلا؟ اطفالش این مشخصه. یه باری بزن زن فکرم اشتباه گرفتن. با اینکه اون سیما نبینه. آفرین بر ایمان راسخ و اراده تو باعث می شود جهانی را به هم بریزید و دنیایی را به خوبی بسازی، دامها را بشکنی. خداوند به خاطر همین همت و ایمانم دلت و راحت را همیشه روشن می کند و تو به تمام حاجات خود می رسی. رد و بس. حتی اگر آرزویت عجیب باشه. نینو فلاش عکاسی شده. یه وقت با اونو خاموش کنیم چه شارژ بشه. محمد داداش فوش ندی ها. فوش ندی تو جمعی. واقعا خوبه. بهتری واقعا. محمد. به محمد گفتن عادت ندارم. محمد داداش. شب یلدا است. الان که شب یلدا نیست. ولی ما واسه شب یلدا داریم برنامه ضبط میکنیم. خب؟ شب یلدا واسه شب یلدا داریم برنامه ضبط میکنیم. خب بعد قراره که یه فال حافظ بگیریم برات. برای من؟ برای تو و برای خانومت. الان آنلاینه؟ الان آنلاینه داریم ضبط میکنیم. آره الان داری ضبط میکنی؟ دقیقا دارم ضبط میکنم. این همه چیا دو دفعه میپرسه. بگیریم پشت فرمونی. آخه میخوای 5 دقیقه وایسا بغل؟ پنج دقیقه وایسا بغل، یه فال واسه خودت بگیریم، یه فال واسه خانومت، مهمون ما باشی امشب، بعد بری برای خودت دیگه. توی یوتیوب قراره بذاریم. ما اینجا با بچه ها نشستیم داریم برنامه ضبط میکنیم. سلام. بزن کنار، زن بزن صحبت کنیم. خب اوکی رکورده. آماده ای محمد؟ محمد عادت نم همون محمد. خب بریم محمد. یه نیت بکن. چشاتو با نیت کن. چشاتو با من نیت کن. بسته نباشه قبول نیست.
نیت کردی؟ خب به نیت محمد میخونم فالتو. وظیفه به عهدهتان گذاشتن که فکر میکردی از پس آن بر نمیایید، اما با ایمان راسخ و دوری از گناه به خوبی از انجام آن بر آمدید. شکر خدا را به جا می آورید که از یک حادثه بد نجات پیدا کرده اید. بیشتر فکر کنید. خوشت اومد افعال؟ یا نه؟ خوشت اومد دی؟ خب آقا این لایک بده خانومت هم یه نیت بکنه. چرا دارم نمیدونم؟ شب شما بخیر، خوب هستین؟ یه نیت بکن شما. تو اینجا تو داری نیت کنی نفس عمیق کشی. خب بریم. زدم. قدر جوانی خیش را بدانید، فرصت‌های طلایی را یکی یکی دارید از دست می‌دهید. به یار خود اعتماد کنید. به خدا اینجا نوشته. با چشم و به دوردست نگاه کنید، با چشم و عقل به دوردست نگاه کنید، با یک اتفاق کوچیک میدان را ترک نکنید، مقاوم باشید، اگر هنری دارید آن را نشان بدهید که به نفع شماست و هوشیاری بهترین روش برای پیروزی تا می باشد. عالی خدا بگیر. همونو دقیقا بشم خدا. اینها اینجا نوشته، همش اینجا به خدا دارم میخونم. خیلی خوشحال شدیم دیگه، ما مزاحمتون نشیم دیگه، وسط خیابون هم هستیم، خوشحال شدیم مهمونمون شدیم. اینو میخوای خاموشش کنی دیگه؟ داره میزه نوره داره میزنه. اینو خاموشش کن، مراقبت کن از خودت. خیلی خوشحال شدم که مهمون ما بودید. توی شب یلدا مهمون ما بودید. این برنامه شب یلدا پخش میشه. شب یلدا برنامه پخش میشه. قربونت. مراقبت کن. شبت بخیر، خداحافظ. بریم یکی دو تا قطعه از سلال خانوم ببینیم که قراره برامون قانون بنوازه و اینکه دیگه وقت تلف نکنیم دیگه. بریم برگردیم با ادامه برنامه در خدمتتون خواهیم بود. آخ تو شب یلدای منی، دیوونه ی دوست داشتنی. خب بچه ها خوش اومدید، دوباره برگشتیم. ساعت هم دیگه دیر وقت دیاله، دیر شده یه مقدار. همه بچه ها میبینی خوابم. بعد اجرای سلال خانم رو دیدیم با هم دیگه، الان برگشتیم یه مقدار دیگه معاشرت بکنیم، صحبت بکنیم تا ببینیم که چه برنامه های دیگه ای داریم. مثل که قراره مهمون داشته باشم یا هنوز خبری نیست؟ نگاه کن، بریم که نیت کنیم. ما من شما رو ببرم تو تصویر. نیت بکن شده. بسم الله الرحمن الرحیم. برگردن تصویر زدی؟ برگردن. خب من نیت هم من هم بسم تو کن. نیت کردیم من کاتر، نه سال. نه کاتر. نه میدونم ولی بشه این شرط که نه آرزوی خودتون بدیسیم. سال خیلی خوبی داشته باشیم، پر از
هم موفقیت هم عشق و دوست داشتنی خیلی زیاد و مکرر. آمین. خب بسم الله الرحمن الرحیم. این غزلی که غزل سال 99 دیوان حافظ، یه غزلی که بعد من دوستش دارم قسمت بتشم دیگه دختر کنم. حضرت حافظ میفرماید که واعظان که این جلوه در محراب و منبر میکنند، چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنند. مشکلی دارم ز دانشمند مجلس باز پرس، توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر میکنند؟ گویا باور نمیدارند روز داوری، که این همه قلب و دغل در کار داور میکنند. یا رب این نو دولتان را با آخر خودشان نشان، که این همه ناز از غلام ترک و استر می کنند. گدای خانقه برجه که در دیر مغان، می دهند آبی که دلها را توانگر می کنند. حسن بی پایان او چندان که عاشق می کشد، زمره دیگر به عشق از غیب سر بر می کنند. بر در میخانه عشق ای ملک تسبیح گو، کاندر آنجا طینت آدم مخمر میکنند. صبحدم از عرش میآمد خروشی، عقل گفت قدسیان گویی که شعر حافظ از بر میکنند. خب بسیار زیبا، غزل بسیار زیبایی بود، غزل خیلی تقریبا غزلش مشخصه دیگه که دو سه تا نکته توش داره. نه اونو داشتیم نشون میدادیم که تو تصویر شما هم داشته باشیم، لذت ببریم از خوندنتون و سیمایی زیباتون. بله بروتون برم. دوستان نکته توش داده، یکی بحث ریاکاری و بیزاری از ریاکاری خیلی از این افراد داره. حالا خود حافظ از بزرگان از اونه که ادعای بزرگان دین دارن خیلی و متعصبانی که توی دین هستن چیز هستش و ریا میکنن خیلی بیزاره. چند جای غزلش اینو گفته، تو غزلهای مختلف اینجا که دیگه خیلی واضح و مشخص کوپیده قشنگ دیگه، که مثلا فتواهایی که از خودشون میدن، کارهایی که از خودشون میکنن، اضافه میکنن یا کم میکنن به سلیقه خودشون، به سلیقه خودشون، به جهت اینکه سود شخصی خیلی هاشون پیش داره. و آقا اصلا میگه دیگه، میگه اینا رو به خر خودشون داره، سوار خر خودشون بشن برن به مال کار خودشون برن. فرستادیم و در نهایت میگه که خدا چیز کن، میگه بردر میخوانه ایش که من هم تسبیح بود، یاد خدا و ذکر خدا بود. نه اینکه تو همه شعرهای حافظ هست قربونش برم. آدم با خدای بوده. عشق خیلی ستایش میکنه، عشق خیلی ستایش میکنه و همه چی حافظ با عشق دیگه، عشق که تقریبا به اکثر قدرش جادوساریه، اینجا که دیگه خیلی کامل اومده دیگه. حسن بی پایان او چندان که عاشق می کشد، زمره دیگر به عشق از غیب سر بر می کند. یعنی این عاشق کشیه هست فضای مشروب کشه، ولی باز همچنان این عاشق ها میان و پوست هم دیگه عشق برزی می کنن. این یاد خدا بودنه هستش و توجه به این باطن پاک و اصیل خدادادی که خداوند قرار داده وجود ما، یعنی که مراقب فطرتمون باشیم. کار خدا فضولی نکنیم، مراقب فطرتمون باشیم. خیلی خوشحال شدیم. نه دوره یه نه یه یه دارم نازعی نمونیت کنه برنگ. سلام، شبتون بخیر. سلام شما، شب شما بخیر. سلام، شب بخیر. بهتون بخیر، خوبی؟ شب یلدای شما هم مبارک. مرسی. سلام، خوب داشته باشین. ان شاء الله یه پیش درآمدی باشه برای سال جدید، زمستون خوبی رو شروع کنید که ان شاء الله بهارتون هم بهتر از
همچنین برای شما. نیت کن انشاءالله بمونید. بخونیم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. غزل 340. من که از آتش دل چون خم می در جوشم، مهر بر لب زده خون میخورم و خاموشم. بست جان است طمع در لب جانان کردن، تو مرا بین که در این کار به جان میکوشم. من که آزاد شوم از غم دل چون هر دم، هندوی زلف بتی حلقه کند در گوشم. حاش لله که نیم معتقد طاعت خویش، اینقدر هست که گه گه قدحی می نوشم. هست امیدم که علی‌رغم عدو روز جزا فیض عفوش ننهد بار گناه بر دوشم. پدرم روزه رضوان به دو گندم بفروخت، من چرا ملک جهان را به جوی نفروشم. خرقه پوشی من از غایت دینداری نیست، پرده ای بر سر صد عیب نهان می پوشم. من که خواهم که ننوشم به جز از رق خم، چه کنم گر سخن پیر مغان ننیوشم. گر از این دست زند مطرب مجلس را عشق، شعر حافظ ببرو وقت سماع از هوشم. شعر حافظ ببرد وقت سماع از هوشم. قبلی هم باز تکیه داشت به شعر حافظ خوندن، اینجا هم باز خودش میگه شعر حافظ بعد من از خود بی خود میکنن. خب این هم چند تا نقطه چیز داشت دیگه. نکته هاشم برامون بگین و ما بگیم دنبال بازیمون. از بخدمت شما که دعوت به سکوت و رازداری کرده، رازدار بودن، و از بخدمت شما که این که مثلا دنبال کار کسی یا دخالت در کار کسی نکردن، سر تو کار خودمون مشغول بودن و اون که آدم حفظ به کار خودش باشه و اینا. و حالا یه چیزی داره دیگه، اشاره به یه غم و غصه بزرگی، حالا ظاهره حالا بزرگ بیشکش نمیدونم، اشاره به یه غم و غصه داره که تو وجود صاحب فال هستش که بعد بگذره ازش، یعنی اون قصه رو بذاره کنار و اطاعت رو چیز رو کرده دیگه، دعوت به اطاعت خدا و اینها. هر چقدر که یاد آدم هر کاری هم انجام میده، هر خطایی هم که انجام میده، باز این خدا رو داشته باشه. راحت طلبی، راحت بودن، سخت نگرفتن، این ها چیزایی بودش که آدم ازش دریافت کردن. دست شما درد نکنه. خیلی ممنون که مهمون ما بودید. این بهت آخر داره، یکیشم که این بهت آخر داره که یه راه نمایی گرفتن از یه مرشدی، یه بزرگی، یه پیری، یه شیخی، یعنی با تجربه ای که تو زندگی داشت هم بتون چیز بگیره، راه نمایی بگیره ازش. دستتون درد نکنه، مرسی، خیلی لطف کردی، خیلی خوشحال شدیم. انشاءالله که همه شب و روزتون خیلی خوب باشه، گندایی باشه، عمرتون هم طولانی باشه و پر از خیر و برکت و خوشی. همچنین شما، مرسی که مهمون ما بودید. سلام بگیسید. سلامت باشه، خیلی خوش باشه چند دقیقه رو. مراقب خودتون باشین، شبتون بخیر. یلداتون هم مبارک. خدا حافظ. خدا حافظ.
اون قسمت رو حتما میذارم. بوس بهت خداحافظ. مهم نیست، خیلی چیز از دست میدونی زندگی، باید یاد بگی که با اون چیزایی که داری ادامه بدیم. چه جمله ای گفتم خدا وکیلی. ولی که خیلی قشنگ بود امشب، خیلی فال گرفتیم، خیلی بود عالی بود. الان همه تو گور دیگه میبینم. خب حضرت حافظ رو امشب قشنگ یاد کردیم، خیلی یاد کردیم قشنگ با تمام روشایی که بلد بودیم. جمعه شب هم هست، شب جمعه نیست، شب جمعه بود یه فاتحه میفرستیم براش. نیت میکنیم و براش فاتحه هم بفرستی و نیت کنیم. حالت شب جمعه هست، شب یلده شب جمعه هست. بله چه شبی هم هست، خیلی هم عالی. به نظر من که بریم برنامه های دیگر رو ببینیم، برگردیم دیگه با بچه ها خدافزی بکنیم و شروع کنیم میوه ها رو دیگه بخوریم دیگه. میز رو درو کنیم دیگه. بریم برگردیم، یه سری برنامه ها هست اونا رو ببینید و برگردیم. اینجا در خدمتتون هستیم دیگه، خدافزی با بچه ها میسپارم. من میرم برنامه های اون بر رو اوکی کنم و مابقی دیگه خود بچه ها هستن و دیگه همین دیگه، مراقب خودتون باشید. بریم برگردیم و در خدمت بچه ها خواهیم بود. فعلا. تو شب یلدای منی، دیوونه یه دوست داشتنی. خب چه خبر، چیکارا میکنی؟ خوبی؟ خوشی؟ سلامتی؟ قیافت یه جوری انگار یه چیزی میدونی ما نمیدونیم. یه جوری موزیانه داری میخندی، انگار یه چیزی میدونی ما نمیدونیم. اگه هست بگو چه خبر، چیکارا میکنی؟ خوبی؟ خوش میگذره؟ شب یلدات مبارک. کارکاسبی چطوره؟ همه چی خوبه؟ یه برنامه ما آماده کردیم، قراره با هم دیگه بریم. میخوام ببینم که چه چیزایی آماده کردی واسمون. اوکیه؟ آماده ای؟ بیمزه که نمیشه گفت، باید بامزه باشه. ولی خب نه بخندی دیگه، بخندی باختی. نه باید بخندی، بخندی باختی. آماده ای؟ بریم. یک دو سه. خب شروع کن. میدونی اسم گربه بروس چی بود؟ نه. میونگ. میونگ؟ جالب. میدونی ظرف هایی که پر میشن برای استراحت میرن کجا؟ آمریکا. بعدی ماهی ها میدونی خواننده مورد علاقهشون کجا میبینن؟ تو کجا؟ کنسروش. تو کنسروش. اگه گفتی به چند تا حول که بین جنتلمنن چی میگن؟ میگن صد تومانی پاره های لای هزاری. ماهی وقتی مست میشن کجا میرن؟ خیلی با آبزی ها کار داری ها. مست میشن کجا میرن؟ رودبار. رودبار؟ رودبار؟ اگه گفتی به کارگران زحمت کشی که روی دکلای نفتی کار میکنن چی میگن؟ نمیدونم. میگن خسته نباشید. خب میدونی چرا استرلالی هم اینچ بازی نمی کنم؟ چرا؟ شیشتا می هم زدی به اونجایی که نبنی زدی ها. میدونی عباس بوعزار چرا به همین زودی از یاد و خاطره همه رفت؟ نه. چون فقط یه دونه ره داشت. میدونی چرا خیار سبزه؟ سیده؟ چون سبزش میاد. حالا میدونی چرا هویج نارنجی؟ احتمالا نارنجی بهش میاد دیگه. نه چون سبزش نمیاد. میدونی هاچ زنبور اصل چرا این همه دنبال مامانش میگشت؟
چون یه پیره مردی شنیده بود که میگفت مادرت زنده است. چایی وقتی هم بیار نه ماسالا چقدر بزرگ شده؟ ماسالا چقدر بزرگ شده؟ من آخریشو میخونم برات. میدونی فدراسیون فوتبال ایران به بازیکنایی که میخوان آبگوش با مغز بخورن، چرا میگم فقط مغزشو بخورید؟ چون قراره بدن آبشو میساقی بخوره. خب فقط سخترش کنم دون لذتیه که با درد خونه زی همراه نمیدونم شهادت لذت شهادت مالا من تموم شده، اگه داری ادامه بده. خب میوه ها وقتی آبرشون میره چیکار میکنن؟ نمیدونم. خار و شلیل میشن. خوب خیار و شلیل نمیشن. خب لباس مرتلقه دو چند سواره چیه؟ نمیدونم. رکابی زیباست. بگم با؟ بازم داری بگو. آره تا جایی که داری برو. آره خب درخت های با نمک چی میگن؟ درخت های با نمک؟ نمیدونم اطلاعی نرم. چوب شور. خب دیگه ببینم بازم دارم. نه دیگه اون یکی زیاد جالب نیست. همینو بود خیلی هم عالی. دست در نکن. حالا میخوام برات یه دونه فال بخونم. خب نیت بکن. آره دیگه فاله دیگه شب یلداست. میخوام برات فال بگیرم. نیت بکن که برات فالو بگیرم. چشاتو ببن قشنگ نیت کن. خب الان دیگه چشاتو میتونی باقا کنی دیگه. الان تو نیتی؟ نیت بزرگ داشت. آه ببین چی وسط اومده. میگه اگر آنطور که شیرازی به دست دارد دل ما را، به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را. بده ساقی می باقی که در جنت نخواهی یافت، کنار آب رکن‌آباد و گلگشت لارا. شعرشو بده نخونم برات. شعرشو بده خود برو بخون. میگه که ای عزیز، چنان خود را وابسته و دلبسته کسی یا کاری کرده ای که حاضری تمام هستی خود را روی آن بگذاری و در این مسیر و در این کار صبر و قرار خود را از دست داده ای. میتوانی مراد دل خود را به دست آوری، ولی دقت کن که وسوسه های این کار فریبت ندهد و صبر و تأمل را از یاد مبر و خدا و به خدا توکل کن. آرامش و شادمانی در کارها میتواند مشکلات را به نحو مطلوبتری حل کند و نصیحت بزرگان را با کمال میل پذیرا باش که کمک بسیار مهمی برایت میباشد. آخرش هم انشالله نوشته. بذارم تو شعر انشالله داره والا نداره. بیت آخر شعر میگه غزل گفتی و در صفتی بیاد بلش میشه. شخص بود یا یه کاری بود؟ نوشته دلبسته کسی یا کاری کرده ای. توجه ای که حاضری تمام هستی خود را روی آن بگذاری، ولی باید صبر و قرارت هم از دست دادی. باید صبر و قرار داشته باشی، با دقت و وسوسه کار را انجام بدی، با بزرگترها مشاورت کن، مشاوره کن، مشورت کن،
و به خدا توکل کن. رفتی. الو صدام نمیاد. خلاصه که اینم فال شما، میگه که دقت کن، به بزرگتر رو مشورت کن، به خدا هم چی کن؟ به خدا چی کن؟ توکل کن. به همین سادگی، به همین خوشمزدگی. حضرت حافظ. البته باید واسه حافظ یه فاتحه هم میفرستادی که 100% نفرستی، فقط نیت کردی بعدم فاتحهش بفرست بعدم که قد کردی. خیلی خوشحالیم که مهمون ما بودی. شب یلدای خوبی داشته باشی. به همه سلام برسون. مراقبت کن از خودت. کاری باری ایشالله فرمونت. خداحافظ. خداحافظ. آخ تو شب یلدای منی، دیوونه ی دوست داشتنی. دوباره سلام بچه ها، امیدوارم که تا اینجای برنامه رو خوشتون اومده باشه. در کنار خانوادتون یه جمع خیلی صمیمی داشته باشید و اینکه راضی بوده باشید از روند برنامه. اگه تا اینجای برنامه رو دیدی و هنوز سابسکرایب نکردی، حتما اون پایین سابسکرایب رو بزن، برام کامنت بذار و اینکه نظرتو در مورد این برنامه بنویس. و اینو میخوام بگم که توی تولید این برنامه خیلی ها کمکم کردن، خیلی ها زحمت کشیدن، خیلی ها با وضعیت اینترنت ایران که میدونید تماس تلفنی برقرار کردیم، ویدیو کال کردیم، خیلی هایی که شما همین الان دارید تماشا میکنید با اینترنت فیلتر شده و نمیدونم هزار تا داستان و وی پی ان دارید این ویدیو رو نگاه میکنید، از همه تون تشکر میکنم که تا اینجای برنامه رو دیدید. از اینجا به بعد هم چند تا آیتم خیلی قشنگ داریم، حتما حتما ببینید اونا رو. ولی یه صحبت خیلی ریزی دارم باهاتون، یه صحبت کوچیکه، یه چند دقیقه‌ای میخوام وقتتون رو بگیرم، امیدوارم حوصله‌تون سر نره. و اونم اینه که داشتم دنبال عکسای قدیمی میگشتم از شب یلدا که ببینم اگه چیزی دارم بذارم، و اون کیکی که و اون عکس کیک هندونهی که گذاشتم توی تولد داداشم بود. داشتم دنبال عکس ها میگشتم و واقعیت نگاه کردم یه سری عکس ها رو دیدم که مال 10 سال پیشه، مال 15 سال پیشه، و یه سری آدمایی که پیشمون نیستن دیگه، یک سری جمعایی که دیگه شاید تشکیل نشه و یک سری اتفاقاتی که دیگه شاید نتونیم تجربهش بکنیم. و این منو به فکر فرو برد که چقدر خوبه که ما میتونیم همچین چیزهایی رو ثبت بکنیم و آینده ازش استفاده بکنیم. ولی یک چیزی رو خیلی بهش دقت بکنید، یه چیزی که به نظر من حائز اهمیته و باید بیشتر از قبل بهش دقت بکنیم، اینه که قدر لحظاتمون رو بدونیم. خیلی کلیشه از این حرف، ولی خب باید بهتون بگم همین الان که پیش خانوادتون نشستین، همین الان که افرادی هستن توی زندگیتون که میتونید باهاشون خوش بگذرونید، میتونید دور هم جمع بشید، حتی یک چایی بخورید با هم دیگه، یه قهوه‌ای بخورید با هم دیگه، بتونید هم صحبت بشید، چه بدونم پسر خاله ای داری، دختر خاله ای داری، دختر عمه ای داری، پسر عموی داری، هر چی، اگه فامیل، اگه دوست، اگه چه بدونم همکار، هر چی، اگر کسی هست که الان میتونید از با هم بودن لذت ببرید. در کل میخوام بهتون بگم که قدر همین لحظه‌ای که هستین رو بیشتر بدونید. خیلی از ما تا میرن توی یک جمعی گوشیاشون رو دست میگیرن، پیام میدن، و هیچ کسی واقعا نمیتونه این تضمین رو بده که سال بعد همین موقع همین جمع رو میتونی داشته باشی. خب من خودم نگاه میکردم مثلا شب یلدای 4 سال پیش، 5 سال پیش، 10 سال پیش، 15 سال پیش، وقتی جمع میشدیم دور هم دیگه صحبت میکردیم، میگفتیم، میخندیدیم، میرقصیدیم، هرچی، و واقعا از اون جمع، حالا نمیخوام بگم کسی فوت شده یا کسی شاید مرده باشه، ولی خیلی دور شدیم از هم. مثلا من که اومدم یک جای دیگه، چه بدونم بچه های دیگه متأهل شدن یا بچه های دیگه رفتن جای دیگه،
به هر حال خواستم اینو بگم که ما باید بیشتر از قبل قدر لحظاتمونو بدونیم و باید توی لحظه زندگی بکنیم. به نظر من از لحظه‌مون لذت ببریم. نمیخوام بیش از این حالتونو بگیرم یا چه بدونم به اصطلاح نصیحت بکنم، فقط خواستم که این جمله ها رو، این حرفا رو باهاتون بزنم و امیدوارم که از اینجا به بعد برنامه هم بهتون بچسبه و تا اینجای برنامه هم خوشتون اومده باشه. و آها، قبل اینکه بریم ادامه برنامه رو ببینیم، یه نیت بکنید همین الان، چشا رو ببندید، یه نیت بکنید. به نیابت از شما میخوام براتون فال بگیرم. چشا رو ببندید، چشما رو ببندید، نیت بکنید و به اون چیزی که میخواید توی ذهنتون فکر بکنید. میریم که فال بگیریم. خب، غم و اندوه بیهوده برای کاری که فایده ای برایت ندارد کاری ابلهانه است. به دشمنان خود اعتنایی نکن، هر کار بزرگ و خطیر مشکل و دشوار است. نخست جوانه به کار را بسنج و سپس شروع به کار کن. خیلی قشنگ گفت، میگه که دشمنو تو از یاد ببر، بهشون دقت نکن، روی اتفاقات مثبت زندگیت فکر کن و انتظار یه چیز ساده هم نداشته باش. چیزای خیلی خوب سخت به دست میان. دیگه نمیخوام بیش از این وقتتون رو بگیرم. برید از بقیه برنامه لذت ببرید، مراقبت کنید. میریم که یه اجرای دیگه از سلال خانم ببینیم با هم دیگه، یه اجرای زیبا با قانونی که برامون مینوازه. و اینکه همین دیگه، بریم ادامه برنامه رو ببینیم. همیشه جمعاتون گرم باشه و دلاتون خوش و جیبتون پرپول. این آرزویی بود که من میتونستم براتون داشته باشم. الان بریم ادامه برنامه رو ببینیم، بدون معطلی وقت رو تلف نکنیم. و اینکه فعلا میریم ادامه برنامه. خب دو نفرید و دو نفر، اگه دو نفری بس دو نفرتون هم فعال بگیرم. بگی اول یه نیت بکن. اول بگو خودت خوبی، خوشی، سلامتی؟ دو کلمه. همه خوبن؟ خانم بچه ها خوبه؟ همه خوبن، سلام دارم. سلامت بشید. سریعا چشا رو ببن، یه نیتی بکن، یه فعالی بگیریم، دوره هم باشیم. چشا تو ببن دیگه. خب نیت آره. کردی؟ آره. میزنیم روی فال یه بار دیگه. خب، از سختی ها و مشکلات زندگی نترس، همه مشکلات با صبر و تأمل از پیش راه تو برداشته میشوند.
در اجرای تصمیم ها با تعمق و اندیشه باش، با پشتکار و استوار باش تا موفق شوی. یه فاله چند سال همین داریم میاد همینه تکراریه درش اوناست که میگه اوناست که استوری انگیزشی میذارن من روزی موفق خواهم شد. بابا موفق بسته آره. دیگه چه خبره دیگه، موفق شد تمام شد بره دیگه، درست میشه درش ایشالله همگی وضعمون درست میشه ایشالله. بده مون شبا هم بیا نیت بکنه. سلام مشتبه، چطوری؟ خوبی؟ چه خبر؟ مشتبه یه نیت بکن، یه اول فاتحه بفرستی رو بینه، فاتحه چیز نکنی، نیت نکنی. یه بار دیگه فاتحه بفرست پس چیز کنیم، اول مشتبه یه فاتحه بفرست، یه فاتحه بفرست. چشاتو ببم، حفظ نیستی مگه؟ ار رو داری میخونی؟ علکی داره نب میدنه، احساس میکنم من. آره مشتبه ار رو داره میکنه، حفظ نیست دادا، شلای میره تو خلصه. آها اوکی، خب بگو نیت کردی؟ بله نیت هم کردی. خب ایام به کام تو است و به آرزوهای خود خواهی رسید، اما چشم بصیرت را باز کن تا شادکامی و سرور تو دائمی و همیشگی باشد. خیلی حوصله نداشته واسه شما حضرت حافظ، فقط گفته که کم لطفی کرده. آره کم لطفی کرده حضرت حافظ در قبال شما. من آخه من فاتحه فرستادم به خاطر اگه مثل رضا فاتحه نمیفرستم بیشتر تعبیر میگرفت. خب پس بذار یه بارم رضا دوباره فاتحه بفرستی ببینیم، یه فاتحه سری سر پای بخون. از رضی بودن ظالم باش سالم باش دیگه، من ظلم کردم اونجوری جامده کارت درسته تو. یه بار دیگه فاتحه بفرست. با هدفون خیلی قشنگ میشی یا بدون هدفون هم قشنگه، میخوای ببینی به هدفونمو؟ بابا دردم بدم خواست زشته، الان دارم میبینم تو رو، برنامه تو دارم میبینم، الان شب یلدا برنامه تو رو دارم میبینم، میخوای چیکار بکنی تو؟ واقعا به خدا چشاتو ولی نبستی ها، حالا بریم اشکال نداره. خب غرور و تکبر را از خود دور کن و شک و دودلی را از خود بران، به سخن ناصحان مشفق گوش کن، اگرچه توجهی به مال دنیا نداری اما کوشش و تلاش خود را در زندگی فراموش نکن، در غیر این صورت دوچار مشکل خواهی شد. اونجاست که میگه مشکل برات پیش آمده کسکم. کوشش هم داریم میکنیم ولی دوچار مشکل هم هستیم. آره کوشش فروکش نباید بشه دیگه، همیشه باید کوشش رو ادامه بدید. الان در حال کوشش هست اصلا، من شما رو گرفتم در حال کوشش، دو نفری بودید گرفتم اتون. در حال کوشش خسته هم نباشید، شب یلداتون هم مبارک. ایشالله که سال خوبی که حالا مونده تا سال خوبی، ایشالله که اوقات خوشی رو داشته باشید. قربونت. خدافز خسته نباشید. آخ تو شب یلدای منی، دیوونه ی دوست داشتنی. خب ما برگشتیم، مرسی که ما رو مهمون خونهاتون کردین و مهمون ما بودین، برنامه منو تماشا کردین. امیدوارم که خوشتون اومده باشه برنامه. اگه از ویدیو ما خوشتون اومده لایک و سابسکرایب به کانالمون یادتون نره، برای دوستاتون حتما بفرستین، ما رو به دوستاتون معرفی کنین، نظراتتون هم برامون کامنت کنین. خدافظ، یلداتون مبارک. امیدوارم که تونسته باشیم یه شب خیلی خوب براتون رقم بزنیم. شبتون بخیر، خدا نگهدار. خدا حافظ.